متقی و تقوا پیشه کن. پس این یه پایانه که در این عالم به مردم وعده داده شده، من یتقی الله یجعل له مخرجا، هر که تقوا پیشه کرد عبور میکنه. ان منکم الا واردها، همه باید وارد جهنم بشید. کان علی الله حتما مقضیا، خداوند متعال بر خودش حذف کرده، منتها یه عده عبور میکنن از جهنم به اون بهشت، به اون لقا، به همنشینی با خوبها میرسن. اونا کیا هستن؟ ان للمتقین مفازا، متقی. پس این یک وعده در این عالم. وعده دومی نسبت به پایان خوب داده شده و اونم پایان خوب همین دنیا. این دنیا امروز تحت سیطره بعدهاست، امروز بعدها بر این عالم سیطره داره و به همین دلیل بشر در گرفتاری های سخت دست و پا میزنه. امروز بشر گرفتار مشکلاتی است که در این عالم خود بشر آفریده، منتها نه بشر خوب. بشر خوب که مشکلات نمی آفرینه، اون بشری که راه اشتباه رو رفته. به هر تقدیر امروز زمین تحت حاکمیت خوب ها نیست، نه امروز، سالیان قبل، قرنهای قبل. خداوند متعال فرموده این زمین بالاخره باید تحت حاکمیت خوبها قرار بگیره. ولقد کتبنا فی الزبور، این حرفی نیستش که حالا با شما مسلمونها در این مقطع بزنه خداوند متعال، نه، میفرماد ولقد کتبنا فی الزبور، ما در زبور داوود نوشتیم که با شما نزدیک 2000 سال و بیشتر فاصله داره. من بعد ذکر، قبل از این که در زبور داوود بنویسیم، در ذکر نوشتیم که مفسری میفرمایند ذکر همون تورات موسی است، در زبان موسی نوشتیم. چی نوشتیم؟ این ولقد کتبنا فی الزبور مانند این کتب علیکم الصیامه، بر شما روزه واجب شد، یعنی این امر حتمیه. کتبنا یعنی می شود. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، چی نوشتیم؟ چی رو حذف کردیم؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین با بالاخره باید به ارث صالحین برسه، بالاخره این زمین باید برای صالحین حاکم بشه. پایان کار این زمین باید با صالحین تمام بشه، ولو یه روز مونده باشه، ولو یک ساعت مونده باشه. زمین زندگیش با خوبها آغاز شده، با اکثریت خوب، با اکثریت خوبم باید خادمه پیدا بکنه، این مشیت الهی. چگونه زمین زندگیش با اکثریت خوب آغاز شده؟ جد هممون حضرت آدم و حوا وقتی از اون بهشت رانده شدن آمدن بر زمین و توبه کردن، جمعیت زمین رو این دو نفر تشکیل میداد، آدم و حوا، هر دو خوب بودن و کل زمین انسان‌هاش همین دوتا تشکیل میدادن و اینها خوبا بودن. یه بد رو زمین وجود داشتون هم شیطان بود، چون در بدء کار، در آغاز کار آدم بود و حوا بود و شیطان، دو خوب یه بد. پس این زمین، زندگی روی زمین با اکثریت خوبها آغاز شده و با همین اکثریت باید خاتمه پیدا بکن. منتها فرق اول کار با آخر کار چیه؟ فرق اول کار با آخر کار اینه که اول کار خوبهای زمین دوتا بودن، یعنی کمیتشون کم بود، تعداد اندک بود. حالا کیفیت هم چگونه بود؟ آدم علی نبینا و علیه السلام